خب سلام میکنم به همه. اومدیم چالش جذاب دیگه ای رو برای شب یلداتون طراحی کنیم. سلام. آره، و این چالش هم یه چالشی که تو دنیا خیلی اجرا شده، مثلا تو شوی الن یا خیلی از شوهای دیگه روز دنیا. ما دو تا در واقع راکت داریم دست عزیزانمون که نشستن نه و آره، و من یه سری پرسش ها میپرسم که با نه آره باید جواب بدن. حالا این وسط نه آره که جواب دادیم میتونین این توضیح داشت توضیح بدیم، بحث کنیم، صحبت کنیم. حالا من ببخشید قبل از که بازی رو شروع کنیم میخوام از مردم بخوام که برای این شبهای کرونایی که مجبوریم همه زودتر بریم خونه ها و تایم بیشتری رو هستیم توی خونه، برای اینکه حوصله خانواده هم سر نره، هر کس هر بازی رو که بلده میتونه اجرا بکنه بذاره، بالاخره ما یاد میگیریم، شما یاد میگیرین و اینجوری خانواده خیلی بهش سخت نمیذاره در این دوران. حتی میتونیم به ما معرفی کنیم بازی با نمک و بعد ما اجرا میکنیم و لذت میبریم. خب بیریم برای سوال جذاب و ببینیم که جواباتون چیه. تا حالا شده خلاف اول آرونتون رو بدونی که کدومه به اشتباه چیز نکنی؟ نه خلاف رانندگی کرده باشین؟ از کی میپرسی الان؟ جفتتون سوالی که میپرسی جفتتون با هم جواب آره. تا حالا شده خلاف رانندگی کرده باشین بعد تصادف بکنین با اعتماد به نفس بگین خود طرف مقصره، من مقصر نیستم؟ این دو تا سواله دیگه. من میگم تصادف بکنین تو خلاف حالا شده خلاف میکنی این یه ساله؟ نه خلاف داری میکنی توی خیابون مثلا ورود ممنوعی، بعد تصادف میکنی، بعد پیاده شی طلبکار بگیم تو خود مقصر، من مقصر نیستم. چه عجیب. نه تا حالا نشده. خیلی خوبه. تا حالا دروغی گفتین که طرفتون بفهمه؟ آره از قیافم همیشه میفهمن، یعنی انقدر عجیب دروغ میگم که همون لحظه مثلا میفتم به تته پته، بعد خندم میگیره. اصلا یه چیز عجیبی دروغ میگم. من نمیتونم بگم دروغ نگفتم، دروغ گفتم ولی نه متوجه نشدم که طرف فهمیده یا نه. نمیدونم کدوم برش شد بدم. خب دریا تو که فهمیدی مثلا طرف فهمیده، حس چی بود اون لحظه؟ هیچی، خندم گرفته. بعد تازه شروع کردم با هم نشستیم خندیدین اصلا. اگه منظور با هم نشستیم خندیدیم که نه بلن. نه مثلا یه وقتی اومدم یه چیزی رو بگم بعد نمیخواستم اون لحظه مثلا اون حرف رو بزنم که پویان حالا ناراحت بشه یا هر چیزی، به دروغ یه چیزی رو گفتم و این نه دروغ عجیبا، مثلا گفتم نه مثلا پیریز صاف کنه مو رو از برق کشیده بودم، مثلا یه دروغه اینجوری. بعد همون صاف کنه مو رو انقدر نمیتونم بگم چون دارم به دروغه فکر میکنم که طبیعی بگم، انقدر نمیتونم بگم که اصلا یه چیز عجیب غریبی میشه. آره نمیتونم، هول میشم. خب اگه خدای نکرده یه روز بزنین یکی رو بکشین، خودتون رو به پلیس معرفی میکنین؟ شما نزدین نمیدونم. وسط آنش نمیدونم نده دیگه. آره یا نه دیگه؟ آره خیلی هست بلی. یه چیزی قانونی اولش نه، دوتاتون باید همزمان بیارین بالا، یعنی بیارین سری بالا که بتونیم بعد نگین که طرف مقابل بفهمه، یا حداقل بتونیم صحبت کنیم. میکنیم آره خب میشه. نه میتونین اوکی. اگه تو خیابون سکه طلا پیدا کنیم برمیداریم؟ چرا؟ دوست داریم طلا چیکار کنیم؟ من که عاشق طلام. چرا خب بر نداریم؟ دوست داریم. نه من بر میدارم، من نگاه میکنم دور و برم میگم مال تو نبود. نه آگهی نداریم. اگه تا تاریخ مشخص شده مثلا چند ساعت پیدا نشد دیگه مال خودمون میشه. از کجا میدونی؟ من یه راهشه دارم آگهی میزنم دیگه. آگهی میزنی؟ آره یکی دو ساعت. انسان شریفی. یکی دو ساعت. حاضری بعد از مرگ دوباره دنیا بیای؟ آره، ولی تو یه جای دیگه مثلا یا یه زمان دیگه خیلی جذابه. مثلا من دوست دارم دوباره به دنیا بیام ولی زمان مثلا قدیم زندگی کنم. قدیم جدیدم؟ آره نه قدیم خیلی سخته. چرا زمان قدیم زندگی کنم بعد مثلا توی انگلیس یا مثلا توی فرانسه، یا اینکه برم خیلی جلو برم کره ماه یه راست، نه که بخوام از زمین با سفینه برم و اصلا اونجا بیا. اونجا
نه من دوست دارم که همین زمان معاصر باشه، یه بار دیگه به دنیا بیام، دوباره تجربیاتمو ازش استفاده کنم، این دفعه به نحو بهتر همینجا تو ایران. آره آره دوست دارم، دوست دارم همینا رو تجربه کنم، چون میترسم زمان خیلی قدیم نمیدونم چه اتفاقایی میافتاده، چه زندگی سخت‌تر بوده. زمان آینده‌رم خیلی جالب نیست به نظرم، انقدر تکنولوژی و انقدر پیشرفته و انقدر صنعتی و اینا. زمان الان رو دوست دارم بابت زندگی کردم، ولی نه با این شرایط کنونی ما و در کشور ما. جای دیگر هم دوست ندارم، توی کشور دیگر هم دوست ندارم، کشور خودم دوست دارم. بفهمید سوال خواهی بود دیگه، دوست داشتیم توی کشور اروپایی به دنیا میمدی؟ نه نشون بده. آه نه آره خب چرا شما چرا؟ من به این دلیل که اگه الان به من بگم برو یک کشور دیگه زندگی کن، دوست ندارم زندگی کنم. من با همین فرهنگ و همینجا رو دوست دارم. ولی اگه اونجا به دنیا می اومدم، خب من یه اینجایی نبودم، اونجا به دنیا اومده بودم مسلما، والا با فرهنگ اونا بزرگ می‌شدم و مال اونجا بودم دیگه. خب چرا نه، هر جای دیگه از دنیا، فقط توی کشورهای بدبخت و موزامبیک و نمیدونم سودان و اینا دوست ندارم، اونا اصلا دوست ندارم. شما هم که ندیدید؟ من نه من اگه زمان عوض بشه همین بدبختی که داشتیم و دوست داشتیم. خب غیبت چیز خوبیه؟ ولی میگن شیرینه. من خیلی از غیبت لذت میبرم. آدم های خصیصی هستیم؟ من اصلا جنبه پول ندارم، خرجش میکنم، عجیب خرجش میکنم. فضولی کردن رو دوست داری؟ خب بکنم قبل ازدواج باید این سوالا رو میپرسیدی. آره بابا، تا حالا شده یه نقشه رو فقط به خاطر پولش بازی کنی؟ خب میتونی بریم زد جلوتر ببینیم که مثلا حداقل تلویزیونی بوده یا سینمایی بوده؟ یه بار یه دونه سینمایی بود و تلویزیونی هم سریال نبود. سریالایی که کار کردم خیلی دوست دارم. اما توی تلفیلم‌ها یه دونه یا دو تاشو به خاطر بله نیاز مالی بود. شما هم که نه؟ من نه، ولی یه بار خواستم این کارو بکنم، نه که به خاطر پولش بخوام برم، ولی خب بهش داشتم فکر میکردم، ولی نقشه رو دوست نداشتم که اون دوست عزیز پشت دوربین اجازه نداده. بله من که چرا نه اجازه؟ منظور از اجازه ندادن یعنی این که زندانبانت من. نه منظور از اجازه ندادن یعنی این که خیلی با هم صحبت کرد که نقشی رو که دوست نداری به هیچ وجه نباید بازی کنی. قانعت کرد. آره قانع شدم. تا حالا سر پروژه شده که دعواتون شده باشه؟ بابا تقریبا سر تمام پروژه ها دعوام شده. جدی؟ آره واقعا دعوا کردی؟ آره. اونجوری چیزی تو کارو برای دعوتت میکنن؟ دعوتم میکنن. خب مشکل از من نبوده که دعوام شده. ولی من یه دونه کار که خودت هم بودی دعوام شد که اومدم بیرون دیگه. اومدی بیرون؟ آره یه مدتی بعدش گفتم پس یه مورد فقط بوده؟ یه مورد بود که خیلی جدی بود و اینا، ولی بقیه مواقع نه. یا من تحمل کردم یا اونا. البته من این چیزی بگم، من دعوا کردم این اواخر بوده به خاطر کرونا، ماسک نمی زدم. آها به اون دلیل. آره همه یه کارام خود. خب دو تا کارم این شد، تو حالا شده از دست پلیس فرار کنی؟ تازه پشت دعوام کردم. چرا؟ کجا بوده؟ تو اتوبان بابایی داشتم میرفتم خونه، بعد یه دونه ماشین تو لاین سرعت بود داشت 70 تا میرفت، خب اونجا هم 100 تا میتونستی بری. بعد من اینجوری اومدم ازش سبقت گرفتم، یه پل جلو بود، پلیس منو دید، اینجوری کرد همین اینا رو اینجوری کرد،
بزن کنار. من گفتم بر بابا، رفتم ماشین پلیس افتاد دنبالم، منم رفتم. بابام همیشه بهم گفته بود به سمت لواسون که شبا داری میای، حتی اگه ماشین پلیس افتاد دنبالت وای نمیسی، میای دم یک کلانتری، چون شاید اون ماشینه واقعا پلیس نباشه. من میدونستم پلیسه ولی داشتم میرفتم. بعد دیگه وسط اتوبان خیلی جدی چیز میکرد، ترسیدم گفتم خب این که پلیسه. سفر سانسوری بود. خب چرا نه؟ بعد نسه پلیسه ولی بدن. آره بعد گفتم خب این که پلیسه، چرا وای نسم؟ بعد دیگه دیدم داره موضوع بیخ پیدا میکنه، چون اصولا دنبال آدم راه نمیافتن بیان اینایی که جریمت میکنن. بعد زدم کنار و اینا، بعد گفتش که چرا وای نمیسی، چرا اینج... یعنی اومد با حالت عصبانی. آره بعد من گفتم چرا دارین منو میگیرین؟ شما برین اونا یه بگیرین که تو لاین سه دارن با 70 تا میرن، اونا عامل تصادفن، اگه من پیچیدم این و مقصر اون بوده، شما باید اونو برین جریمه کنین. بعد یه ذره نگام کرد نمیدونم چی فکر کرد میشه خودش، ولی 100 تومن جریمه هم کرد 4-5 سال پیش. میدونی دیگه کار غلطی کردی به هر حال. آره دیگه کار غلطی توبه کرده. خب انسان ترسویی هستی؟ خب تا یه حدودی هر دوتون رو من میشناسم، برام کاملا درست. آره ترس از ارتفاع من خیلی دارم. بله. در حال حاضر با کسی قهر هستی؟ چی شد؟ نه؟ چه آدم های مهربونی هستی؟ شک داشتی میگه؟ نه شک نداشتی، خیلی چیزه، خیلی پیغمبروار داری زندگی میکنی. تا حالا دلی کسی رو شکوندی؟ نمیدونم آخه. میتونه خواسته باشه، میتونه ناخواسته باشه. آره حتما. ولی این که مثلا کسی بهم بگه دلم رو شکوندی، ایه خب پس بوده دیگه دلم شکوندی. تا حالا سر کسی کلا گذاشتی؟ همیشه سرم کلا گذاشتم. خیلی. تا حالا حق کسی رو خوردی؟ همون میشه تقریبا. حق کسی رو خوردی در حد چیز هم میشه، مثلا تو صف جلو زدین، پارتی بازی کردین، اینا هم هست. دقت کنید به جوابتون. یعنی خیلی انسان وارسته‌ای به نظر میرسی به نظر من. نه چون از این خوشم نمیاد. مثلا توی صف مثلا نون نرفت جلو در کلاس. نه چون نون وای نرفتم. مرسی. نه اینجور چیزا نه، ولی مثلا پیش اومده که توی صفی بودم خود اون طرف گفته که مثلا شما خانم درزه بیا خب ندیگه. بعد من یه وقتایی من گفتم که نمیشه آخه توی این صف مردم بایستادن، نه شما بیایید دقیقه من کار دارم اونجا رفتم کارم دیگه اونجا انجام شده. مجبور شدی؟ چرا دروغ شدم. تا حالا شده کسی بگه منو ببخش و شما نبخشی؟ من معمولا قبل از اینکه بگه بخشیدمش. من بینشم. یه وقتای آره، یه وقتای نه. تا حالا زیراب کسی رو زدی؟ نه تو حرفتون، تو زندگیتون، هیچ وقت. تا حالا شده بگی من از این بازیگر خیلی بهتر بازی میکنم؟ تو بعضی از لحظه ها؟ دیگه. تا حالا شده حالتون بد باشه ولی ندونین چرا؟ خب شما که زدید آره میگی آره، چیکار کردی که حالت خوب شد؟ لحظه وقتی نمیدونست. نوشتم تنها چیزیه که مغز منو میبره به یه سمتی، بعد حالمو خوب میکنه واسه همین. ولی این روزا خیلی این اتفاق میفته. من ورزش می‌کنم، سرم اینجوری گرم میشه. نه من تو این دوره کرونا همش این اتفاق میافتاد که یه حالی بودم ولی نمیدونستم چمه، حالم بد بود ولی نمیدونستم چرا. نه آخه اون مثلا نگرانیایی که تو واسه کرونا داری من هیچوقت نداشتم. با اینکه کرونا هم گرفتم ولی اصلا نگران نشم، میگم عزیز میشم خوب میشم. از اسمتون راضی؟ کدومه؟ نکته اصلی اینه. نکته اصلی بود. خب بخواهی توضیح بدی یا نه؟ نه هر دوشو دوست دارم. تا حالا به خودکشی فکر کردیم؟ چندش آوره؟
فکر کردم آره ولی نه بره. آره بره. نه یعنی که خودکشی کنی نه فکر به خودکشی کردم اوکی. این اتفاقات برای بیشتر نوجوان ها زیاد میرم تو نوجوانی چون احساساتی و عاطفی و این هستن نه چون خانواده خوبی داشتم سرم حسابی گرم بوده اذیت نشدم که میخوام فرار کنم از چیزی از زندگی. جایی دعوت شدین که از رفتن به اونجا پشیمون شده باشین؟ چرا؟ یعنی میتونین بازش کنین؟ فکر میکردم یه محیط دیگری باشه وقتی رفتم مواجه شدم دیدم نه اون محیطی که من فکر میکردم نیست برای همین زودی جیم بنگ آره عموماً همینه دیگه میبینی اصلا آدمایی که اونجا یه مدلی هن که اصلا وقتم تلف شد حتی همین مسیری که اومدم و میخوام برگردم بعد من روزها هرس میخورم نه بابا هرس نخور تجربه است اینا خیلی هرس البته میخوردم دیگه الان نه ولی نمیرم دیگه الان ولی آره خیلی هرس میخورم. با کسی همکار شدیم تو بازیگری که یا تو اصلا حرف خود با کسی سر پروژه‌ای رفتین فهمیدین مواجه شدین باش که ازش بدتون بیاد؟ بعدم بیاد بعد باش همکار بشم توی پروژه توی پروژه رفتید ایشون هم هست و شما خوشت نمیاد ازش نه اینکه متنفر باشه بعدت بیاد نه از کسی بعدم نمیاد یا از کارو خوش یا اصلا از کسی من بعدم نمیاد نه من نه تفریحی دارین که دوست نداشته باشین کسی بدونه آدم بدقولی هستین؟ دریا فکر نکن اصلا حدودن آره مثلا آخه خب مثلا سه اونجا باشیم بشه سه و ده دقیقه چه اتفاق عجیبی میفته؟ سه و ده دقیقه نه ده دقیقه نیم بازم من خیلی وقتی یه رو به سه میرسم بله شده شما تمارز کرده باشین تو زندگیتون؟ نه؟ مثلا نخوای سر کار بری خودتو بزنی مریض بگی حالا بده نمیام تمام سخت یا نخوای جایی به دعوت شدی بری خودتو بزنی به مریضی یا بگی کار دارم گرفتارم تمام روز دیگه نشد این مورد من خیلی این کار کردم شاید تو این مورد چرا ما هیچ وقت نتونستیم راستشو بهشون بگیم میگیم دوست نداریم بیایم اونجا خب این فرهنگ جا نیفتاده تو کشور ما مردم ناراحت میشه اون بر دنیای مثلا غرب یا اروپا نه اونا راحت هم میگن آره میگن چرا؟ اونا هم فکر نمی کنن اونا به یک چرا؟ اونا خیلی راحت میگن مثلا همین اتیکت اونا کمتر از ما دروم نه میدونی چرا؟ چون ما خیلی آدم های تعارفی هستیم مثلا اونا اینجوری هم که از در میرن همه با هم بیرون دیگه ولی ما باید وایسیم دونه دونه بزرگترها برن بیرون بعد ما بریم نمیدونم اول سمت راست بریم قشنگه این فرهنگ آره اینا قشنگه ولی کلا ما آدمای تعارفی هستیم ولی الان تو این موقعیت کرونا من هر وقت مثلا کسی دعوتم کرده خیلی راحت گفتم من نمیام به خاطر اینکه آره. چون این دلیل ممکن داره دوست ندارم تو محیطی برم که آدما مثلا تعدادشون از 3 4 تا بیشتره یا خیلی روک مثلا به دختر خالم گفتم مثلا گفتم میخوام بیام پیشت گفتم نه خونه من نیا به خاطر اینکه تو مثلا دو هفته از همش مثلا میری بیرون و اینا و کسی هم ناراحت نشده چه آره شده بی عدالتی ببینین و سکوت کنین آخریشو یادتونه از اونجا که حوصله بحث با آدم متجاوز رو ندارم وقتی که یه اتفاقی مثلا ممکنه سر کارم افتاده باشه یا تو خیابون آدم میبینه به یکی داره اچاف میشه گفتم نه وقتشه نه حوصله جر و بحث دارم اینا دیدم و رد شد متاسف شما؟ نمیشده حرفی بذارم دیگه غمگین شده نه آخرین سوال آرزویی دارید که مطمئن باشید بهش میرسین؟ آره
میتونیم بگیم یا نه؟ اگه میخواییم میتونیم بگیم؟ یه کاری دارم میکنم که فکر میکنم که نتیجه بگیرم ازش. منم یه خانواده گوگولی که الان نصفش تشکیل شده بعد نصف دیگرش هم تشکیل میشه دیگه. نمارزش. آره. مرسی از حالتون. شانو به سلامتی. خب اسمشو چی بذاری؟ نه هنوز که اتفاقی نیفتاده ولی آره دیگه من همیشه از سن خیلی پایین خیلی دوستشم که هفتشتا نه دوستشم ازدواج کنم خانواده خودم رو داشته باشم یه خونه گرمه گوگولی داشته باشم. آره ولی الان هر کسی میاد تو خونم مثلا بابام اون روز برگشت گفت خونتون چقدر گرمه؟ با ما گفتی آره این روشن فرقه گفت نه خونتون گرمه اصلا فضای خونتون گرمه دوست داشتنی. آره خوشحالم تبریک آره. میگم نصفش برآورده شده نصف دیگهش که یه سری تبریک میگم. آره دستتون درد نکنه وقت گذاشتی. هر چی میخواین با مخاطب بگین و من فکر کنم که شب قشنگی داشتیم امشب. یلدای همتون هم خودم اصلا خودم تبریک میگم. خیلی مرسی. چیزی که من میخوام بگم به شما مردم خوب مهربونی که همیشه حمایت کردید حالا منو که ممنونتونم ممنون محبتاتون هستم اینه که اگر ما یه وقتا اینجوری برنامه میذاریم اینطوری بازی میکنیم حالا بعضی ممکنه که بابا از سن تو گذشته این کارا رو میکنیم برای اینکه ذره سرمون گرم میشه سر شما گرم میشه با دیدن این و میتونیم وقتای خالی پر کنیم وقتای خالی که داریم و ممکنه اذیت کننده باشه واسه خانواده میتونیم اینجوری به وسیله این بازی ها بازی های سنگین تر با وقارتر اگه شما دارین اونا رو کنین ما هم ازش استفاده کنیم و به بقیه هم یاد بدیم. منم یلدا رو بهتون تبریک میگم. یه جایی خوندم که نوشته بود شب یلدا نشون دهنده اینه که بلندترین شب بلندترین سیاهی ها و تاریکی ها هم بالاخره صبح میشه خورشید طلوع میکنه و همه جا روشن میشه پس امیدوار باشی به زندگی. بله انشالا همیشه همه سیاهی ها با یه پگاه قشنگ تبدیل به روشنی شه.